سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 2 انور همراهی شما. از 1 انور امسال سفر به روسیه با شناسنامه های داخلی تاجیکستان ممنوع شد و از این پس شهروندان کشور حق دارند تنها با شناسنامه خارجی به روسیه سفر کنند. وزارت امور خارجه روسیه گفت که از این پس فقط شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغیزستان می توانند با شناسنامه های داخلی به روسیه سفر کنند. اما چنین به نظر می رسد که بسیاری از شهروندان تاجیکستان هنوز از این تغییرات خبر ندارند. از 1 انور 2015 سال نویستنی بلیت فقط با زگران پاسپورت. با پاسپورت تاجیکی بسیار مردم مراجعت میکنند. نکی ما نمی نویسیم. ممکن از 10 پاساژیر یک 6-7 پاسپورت تاجیکی دارند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته است برای تامین شهروندان با شناسنامه های خارجی بیومتری در شعبه های دادن شناسنامه نوبتداری شبانه روزی تشکیل کردند. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت مهاجران تاجیک که پیش از سال 2015 وارد روسیه شدند در صورت داشتن سند های قانونی می توانند در آن کشور با پاسپورت های داخلی رفت و کار کنند. طور معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و اقامت می کنند. دانشمندان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان میگویند برای پیشگیری از بدتر شدن وضع اقتصادی کشور و کم کردن تاثیر بحران اقتصادی روسیه یک برنامه ضد بحرانی تهیه کردند. در این برنامه که 21 بند دارد به حکومت تاجیکستان توصیه دادند برای اصلاح وضع چاره‌های فوق‌العاده بیندیشد، وگرنه حال اقتصادی تاجیکستان بدتر می‌شود و تعداد کم بیزاعت‌ها نیز زیادتر. پیشنهاد پرزیدنت یک وضعی فرقلاده اقتصادی اعلان کند و در دایره همین وضع یک حکومت نو به وجود آید که اساساً از تکنوکرات ها عبارت باشد. از این پیش امام علی رحمان از اعضای حکومت خواست یک برنامه ضد بحرانی تهیه کنند. بعد از پایین آمدن قرب روبل روسی و بد شدن وضع اقتصادی روسیه، انتقال پول مهاجران تاجیک یک سرچشمه اساسی درآمد مردم در تاجیکستان کم شد. با گفته اقتصادان ها بحران در سال 2015 ادامه می کند و از این رو حکومت تاجیکستان را لازم است برای مهاجران در داخل جای های کاری تاسیس دهد و وابستگی اقتصادی تاجیکستان به اقتصادی روسیه را کم کند. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان میگویند سربازان بتالیون کشاورزی که نیم سال پیش تأسیس یافت در برابر رتبه نظامی صاحب دیپلم اگرانومی میشوند. در وزارت دفاع روز 31 دکبر بر رادیو آزادی گفتند بتالیون کشاورزی ماه می سال 2014 تأسیس یافته است و سربازان بتالیون در برابر تامین واحدهای نظامی با محصولات کشاورزی، راههای پرورش زراعت و در عموم دهقانی را نیز میآموزند. سربازانی که مثلا شامل همین قسم نظامی میگردن باید که در خصوص استفاده نمودن تکنیک های خواجگی خلق، راه اصول های کارکردی زمین های کشتار، چاروازاری و ماهی پروردی و اون من دایر به تمامی فعالیت دهقانه باید که تصورات همجانبه داشته باشند. عین زمان خواجگی های یاری رسان که در اکثر قسم های نظامی در تاجیکستان وجود دارند با کشت و کار، چار و پروری سربازان را با مواد غذایی تامین می کنند، ولی تا کنون هیچکی از این سربازان دیپلم نمی گرفتند. تجلیل سال نو میلادی در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شب 31 دکبر با شکوه خاص صورت گرفت. صدها نفر از ساکنان پایتخت برای تماشای کنسرت و برنامه ایدانه به میدان دوستی به مرکز دوشنبه آمدند. برنامه ایدانه ساعت 7 به وقت محلی شروع شد و 2 ساعت ادامه کرد. برای تامین امنیت صدها نفر از ماموران میلیسه سفربر شدند و مردم را پیش از وارد شدن به محل جشن از دروازه‌های امنیتی می گذرانیدند و سال نو از زمان شوروی تا کنون در تاجیکستان جشن گرفته می شود. ویدیو کامل و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه